أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى أيضا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران، خواهران، مؤمنین و مؤمنات، ابتداء خودم را از باب استحقاق و نیاز و شما خوبان و صالحان را از باب تذکر، توصیه و تقوای الهی می کنم. بحث این هفته را پیرامون بحث هفته های گذشته دنبال می کنیم. از هفته کرامت، ولادت نازنین صامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء، مورد این بحث شدیم درباره امامت و این که امامت در زندگی انسان، در زندگی فردی و اجتماعی انسان چه اثرات داره، مطالب خدمت خوبان عرض شد. ادامه همون بحث را پیگیری می کنیم. خداوند عز و جل در قرآن کریمش جریان را مطرح میکنه که نشان دهنده عظمت فرهنگ امامت در فرهنگ قرآنه. خداوند عز و جل میفرماید بعد از اون که ابراهیم را با سختی ها آزمودیم، آتش نمرود را او سپری کرد، ذبح اسماعیل را او امتحان پس داد، فشارها و گرفتاریها را پشت سر گذراند، او زمان خطاب به او فرمودیم یا ابراهیم انی جاعلک للناس اماما. بعد از این همه سختیها و فشارها تو الان آماده شدی امامت را به عهده بگیری، رهبری جامعه اسلامی را به عهده بگیری، امامت را به اندازه مهم است که بعد از نبوتش قرآن بیان میکنه. و ابراهیم خلیلم عرضه می دارد خدای من آیا
به ذریه منم این منصب میرسه؟ خطاب خیلی زیباست. اگر ذریه تو در مسیر تو حرکت نکند، لا ینال عهدی الظالمین. عهد من که امامت باشه، هرگز در اختیار انسانهایی که ظلم کرده اند، ظلم به خودش، ظلم به جامعهش، ظلم به اطرافیانش، به انسان ظالم، عهد خدا نمی رسد. پس اگر کسی این شایستگی رو پیدا کنه که ذره ظلم در وجودش نباشه، سراسر عدل و بزرگواری باشه و جامعه لازم است دنبال این چنین فردی حرکت کنه. و از همین جاست که اگر این امامی که سراسر عدل است و فضل است و رحمت الهی است، اگر چنین امامی را انسان نشناسه دنبال دیگران بره، مات میتت الجاهلیه، به مرگ جاهلی از دنیا رفته. در روایت دیگری از وجود نازنین رسول الله رسیده است که اگر دقت شود این حدیث رو بیشتر زیباتر میفهمیم: من مات علی حب آل محمد. مات شهیدا. اگر کسی امامش را نشناسد، به مرگ جاهلی مرده. اما اگر کسی امامش را بشناسه، محبت امامش در دلش جا بگیره، و این انسان مات شهیدا، این انسان در میدان نبرد کشته نشده، در مقابل دشمن ظاهری شمشیر و سلاح و تفنگ به دست نداشته، مشغول کسب و کار روزمره‌اش هم اگر باشه، وقتی از این دنیا می رود مات شهیدا. چرا؟ چرا شهید مرده؟ چون این انسان آمده است با تلاش و زحمات خودش کار کرده است که مرگ را به فنا فرستاده، احیا شده است. شاعرم می فرماید: اون که بمیرد سری کوه یار، زنده کدام است نزد هوشیار؟ اون که بمیرد سری کوه یار، انسانی که یارش را، محبوبش را بشناسه، در مسیر محبت او قدم برداره، اگر مرد اسمش را میگذارن شهید و مقام شهید را به او مرحمت میکنه. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ست است بر جریده عالم دوام ما. چرا؟ چرا کسی که عشق آل رسول الله را، عشق امام زمانش را جذبش کرده است، فهمیده است، درک کرده است، چرا نمی میرد؟ میگه به خاطر این که همون عشق به خدا و رسول الله، عشق به قرآن و اهل بیت، عشق به امام، امامی که قرآن میفرماید ظلم نکرده باشه، یک لحظه شرک نورزیده باشه. چون اگر یک لحظه یک آن مشرک باشه، ظالمه به تعبیر قرآن. یک آنی در حق بشری ناحق تعدی نکرده باشه، اگر کرده باشه که به تعبیر قرآن لیاقت امامت رو نداره. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. دو تا جریان رو مطرح میکنم اگر فرصت اجازه بدهد، تا بدانیم این که امام زمان را آدم نشناسه چطور بیچاره میشود ولو اهل عبادت باشه. این داستان و جریان را در نماز جماعت هم محضر دوستان عرض کردم. خثیمی در تاریخ مشهوره، از زهاد
کسانی که در بین مردم به عنوان زاهد معرفی شده، شخصیت هایی که به چشم عوام الناس انسان های نزدیک بین، همین که سجده طولانی داره، همین که قرآن زیاد میخوانه، همین که زبانش به کلمه طیبه لا اله الا الله مرتب میچرخه، همین انسان زاهدترین، عابدترین، مؤمنترین انسانه. ولی از نظر فرهنگ قرآن اگر چنین انسانی امام زمانش را نشناسه به مرگ جاهلی مرده، ولو ظاهرش زاهد و عابد و شب زنده دار باشه. خواجه ربیع جزء لشکریان علی بن ابی طالب بود، آمد به علی بن ابی طالب اعتراض کرد: علی جان، من در این جنگی که تو میکنن شک دارم، یعنی زاهدتر از علی، دلسوزتر از علی، احتیاط کارتر از علی، خودش را جلوه میده. علی جان، من نمیخوام به جنگم، مرا بفرست در یک گوشه های کارهای دیگه بکنم. علی علیه السلام هم فرستاد، این آدم شد جزء زهاد، مردمم عجب آدمیست، به جنگ پشت کرده، اختلافات را دامن نزده، نتیجه اش این میشود که این در گوشه منشینه رو شب و روز لا اله الا الله میگه، تا این که به او خبر رساندن. یک مرتبه حرف دنیایی گفت و در مقابل این حرف دنیایش چندین مرتبه استغفار کرد و خودش را ملامت کرد. چرا حرف دنیایی زدی؟ خب دقت کنین، کی بوده این حرف دنیایی را زده؟ وقتی به او خبر دادن خواجه ربیع نشسته ای، یزید پسر معاویه، فرزندانی پیغمبر و علی و زهرا را به شهادت رسانده در میدان گرم کربلا، فرز دخترانی حریم رسول الله را به اسارت آورده، سرهای شهدا را به عنوان یک بدعت روی نیزه ها شهر به شهر، دیار به دیار جلوه دادن. تا این جمله را شنید، این زاهد شب زنده‌دار مؤمن به ظاهر ظاهر الصلاح گفت که خدا این امت را نیامرزه که در حق فرزندان پیغمبرش این گونه جفا کرده. بعد شروع کرد الله حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، خودش را ملامت کردن. گفت آقا خجالت نمیکشه، تو زاهدی، چرا ایوج این کلمه لا اله الا الله نمیگی؟ چرا ایوج این کلمه استغفر الله ربی و اتوب الی نمیگی؟ سروران من، این جریان را اگر خوب دقت کنی معنی این حدیث روشن میشود. کسی که شهادت امام حسین او را تکان نمیدهد، ظلم یزید برای او سنگین جلوه نمی کند، شکست حریم رسول الله، اسارت دختران پیغمبر برای او احساس او را زنده نمی کنه، ولی لا اله الا الله زیاد میگه. این مضمون حدیث شریف بسیار واضح و روشن می شود. کسی که امام زمانش را نشناسه، اگرچه شب و روز لا اله الا الله بگویه، مات میتت الجاهلیه. مگر دین ما، قرآن ما نیامده است در مقابل ظلم قد علم کنیم؟ مگر این قرآن نیامده بگه مردم امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟ مگر بهترین صفت امت پیامبر آخر الزمان را، امت وسط را، این نمیداند که ما امر به معروف و نهی از منکر باید بکنیم؟ چه منکر بالاتر از این که یزید با وقاحت تمام حریم رسول الله را مورد تهاجم قرار بدهد، ولی من زاهد شب زنده دار یک مرتبه این کلمه را به زبان جاری کردن، برای این کلمه را گفتم باید استغفار کنم؟ مرگ جاهلی بالاتر از اینه؟ قرآن ما میگه، دین ما میگه مردم شما به کسی ظلم نکنید و زیر بار ظلمم نروید، و هر جا دیدین ظالم بر علیه مظلوم قیام میکنه
شما یاور مظلومین عالم باشید. بعد او زمان زاهد این دین بیاید نعوذ بالله به نام این دین شب و روز لا اله الا الله بگویه و در مقابل ظلم هیچ کاری نکنه و جامعه را هم به تخدیر فکری مبتلا کنه و جوانانم که این مسئله رو میبینه میایه در کنار این شیخ قدم زانو میزنه، مثل او زهد و بیرغبتی به دنیا را انتخاب میکنه. خب مسلم شیطان هم دنبال چنین شیخهای زاهد نما هستن. ما تمیتت الجاهلیه. صلوات مرحمت بکنین. اما اونی که امام زمانش رو شناخته، علی ابن یقدین وزیر هارون رشیده. شما تصور کنین یک کسی که در فرهنگ علوی تربیه شده، در فرهنگی که میگه نه به کسی ظلم بکن، نه زیر بار ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است. در یک کلام دینی که میفرماید مردم زیبا زندگی کنی، مردم اون چه که مایه ذلت است نپذیرین و در جامعه هم تحمیل نکنین. خب علی بن یقین در چنین مکتب تربیه شده، اما وزیر هارون الرشید. شما تصور کنید زندگی علی بن یقین هر لحظه شهادت قطعیه، چون وقتی در سر سفره با یک ظالم مثل هارون می نشینه رنج میبره. وقتی میبینه در دستگاه طاغوتی او هر روز حقوق مسلمان ها تضییع میشه رنج میبره. زمانی که میبینه هارون به نام خلیفه رسول الله جنایات را مرتکب میشه آتش میگیره. شما ببینین برادران ظلمی که طائفه بنی عباس کرده بنی امیه نتوانسته، چون بنی امیه را مردم میشناختن بعد از حادثه کربلا که اینها دین ندارن، ظاهر دینداری را به خود یدک میکشه، اما درباره بنی عباس مردم این گونه نمیفهمیدن، چون هم از خاندان بنی هاشم بودن و هم از طرف دیگر خودشان را در خیلی جاها منتسب به پیغمبر اعلام میکردن. هارون الرشید وقتی آمد امام موسی بن جعفر رو ببره، رو به قبر پیغمبر استاد، تجمع عظیم مردم اطرافش بود، صدا داد السلام علیک یا اما، ای عموی من سلام بر تو باد، یا ابن عم. مردم فریب میخوردن، ولی علی بن یقین چون در پرتو نور قرآن زندگی کرده مطلب رو میفهمه، برایش هر لحظهش چنان فشار وارد میکنه که جز از مؤمن خالص ساخته نیست. اما این آدم آمد محضر امام زمانش، عرضه داشت ابن رسول الله دیگه تحمل نمیتوانم، هر روز مظلومین رو میبینم زیر چکمه های استکبار این مستبد خرد میشوند. حضرت فرمود تو حق نداری از این دستگاه بیرون بیایی، باید بمانی. یبن رسول الله چش، وقت فرمان امام من است، همه سختی ها را تحمل میکنم، حتی نشستن سر سفره با این طاغوت بنی عباس را تحمل میکنم، حرف زدن با فرعون بنی عباس را تحمل میکنم. یبن رسول الله چشم، من در کنار این طاغوت زمان میمانم. ایام حج بود، انشالله حجاج بیت الله الحرام با عزت و سربلندی پیام توحید را در عالم مخابره کنند. در این ایام مسافرین بیت الله الحرام عازم مکه هستند. در اون زمان جناب آقای علی بن یقین آمد مدینه منوره محضر وجود نازنین امام کاظم برسه. حضرت فرمودن علی بن یقین رو راه ندهی. آقا جان من این همه زحمت رو به جان میخرم، از آبروی کیان مکتب توحید دفاع میکنم، آمده ام زیارتت راه هم نمیدی. نه راه ندادن، اما دیگه طغیان نکرد، عربده نکشید. من وزیر هارون الرشیدم، حامی مکتب توحیدم. نه نه، سر تعظیم فرود آورد. یک روز دو روز مدینه معطل ماند،
دید کار به جایی نمیرسه، آقا اجازه نمیدهد، بدون اجازه وارد حریم پیامبر و آل پیامبر نشود. آمد کنار قبر پیغمبر، دو رکعت نماز خوان، عرضه داشت یا رسول الله تو را به جان زهرایت قسم، دل امام کاظم را به من مهربان کن، بفهمم مشکلم چیه، چرا امام از من رنجیده. برادران مؤمنین مواظب باشید. از اونجا بیرون آمد خادم حضرت، فرمود حضرت به شما اجازه ورود داده، بفرماییم. رفت و گردن کج رو بروی امام نشست، مؤدبانه عرضه داشت مولایم اول میخواهم بی ادبیم چه بوده به من اجازه ورود ندادین، شما که اهل خانواده کرمین، شما که خانواده فضلین، حتما از من اشتباه سر زده که خواستین با این کارتون مرا پاک کنین. خدا هر کسی را عذاب میکنه میخواد پاک شوه، پیغمبر هر کرم مجازات میکنه میخواد پاک شوه. یبن رسول الله مشکل چیه؟ حضرت فرمود علی بن یقتین، یک روز یکی از پیروان ما آمد به دربار تو مشغله داشتی با اون اهانت کردی، یعنی بی حرمتی نکرده بود با سیلی بزنه، کارش را روا نکردی، توان داشتی مشکلاتش را حل نکردی، وقت قلب مؤمن را برنجانی، من علی، من موسی بن جعفر میرنجم، وقت من برنجم خدا هم از تو راضی نخواهد شد. این یک اختیاریه است ای پیروان آل الله، ای مؤمنی، اگر یک نفر را دلش را اون که دلش به عشق خدا و اهل بیت زنده شده احیا شده، اگر دلش رو بشکنی، خدایی نخواسته اگر والدین باشه، اقوام باشه، زیرهین باشه، که چند برابر مشکلات داره. آقا جان چی کار کنم؟ فرمود اگر تا رضایت او را نگیری حجت را هم خدا قبول نمی کنه. حج مؤمن وابسته به این تا مؤمنین دیگر از او راضی شوند. دیگه معطلتون نکنم. این آقا آمد کوفه، طرف رو پیدا کرد، خودش که وزیر هارونه، هارونه که ادعای فرعونی داره، خب این آدم آدم قدرتمندیه. آمد پشت دری، طرف مقابل در رو دقلباب کرد، طرف بیرون آمد، تا چشمش افتاد به علی بن یقتین، خودش را باخت، شروع کرد به احوال پرسی. علی بن یقتین گفت آمده ام از تو عذرخواهی کنم، آقا جان من شما را همون لحظه حلال کردم. گفت نه نمیشود، اگر میخوایی حقیقتا از من گذشته ای و امام زمانم از من راضی شود، به تو یک درخواست میکنم، پیشنهاد میکنم. چیه؟ گفت من صورتم را روی خاک میگذارم، تو این قدمت را روی صورتم بگذار، من اونجا اعلان کنم خدا تو بفهمم از من راضی شدی. هر چه طرف التماس کرد فایده نکرد، آخر الامر صورت را گذاشت روی خاک. آی پیروان آل الله، اگر ذره تکبر در این سر بپرورانیم، بفهمیم دیگه امام زمان ما را نشناخته ایم. سر رو به زمین گذاشت، طرفم قدم را گذاشت روی صورتش، رو کرد به سمت کعبه، خدای من تو گواه باش و امام زمانم را اطلاع بدی این بنده خدا از من راضی شده و من برای رضای تو صورتم را به خاک گذاشتم و قدم این آقا را روی صورتم. امام زمانت را شناختی؟ این گونه است. اگر چنین شناختی، من مات علی حب آل محمد مات شهیدا. او زمان لیاقت پیدا میکنی شهید از دنیا بروی. هرگز نمیرد اون که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سیما على ابن عمه ووصیه سید الوصیین
و امام المتقین علی بن ابی طالب و علی الصدیقة الطاهره الشهیدة المظلومه سیدة نساء العالمین و علی الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علی بن موسى و محمد بن علی و علی بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و نظم امرکم. برادران مؤمنین و مؤمنات، ابتداعا خودم را و سپس شما صالحان را توصیه به تقوای الهی و نظم در زندگی می نمایم. زیاد مصدع نشوم، از وجود معصوم صلوات الله علیه اجمعین نقل شده، طوبی للمصلحین بین الناس هم المقربون یوم القیامه، کسانی که بین مردم صلح برقرار میکنن مبارکشان باد، افرادی که اختلاف های بین خانواده ها، بین اقوام، بین جمعیت ها را تبدیل به صلح میکنه، تشتت و پراکندگی را تبدیل به صلح میکنه، طبق این روایت طوبی للمصلحین بین الناس. چرا؟ هم المقربون یوم القیامه، این مردم اهل قرب و منزلت ذات ذوالجلال الهی است در روز قیامت. متاسفانه اوضاع نابسامان کشور ما میطلبد محاسن سفیدان، سیاستمداران، روشنفکران، قلم به دستان، جوانان، خبرگان، همه و همه دست به دست هم بدهند. در هر گوشه این مملکت تشنج پیش می آید زمینه صلح و ثبات و آرامش را فراهم کند. حادثه بلخاب، حادثه پنشیر، این حوادث تلخ و بسیار ناآرام کننده است. ملت ما بعد از 40 سال دیگر تحمل جنگ و برادر کشی و اختلاف و تشتت و پراکندگی و آوارگی و مهاجرت را نداره. من از به عنوان یک طلبه از سران امارت اسلامی تمنا می کنم مردم مظلوم افغانستان نیاز به آرامش دارد که امروز شما الحمدلله در توان دارین این معضله را حل کنین. حادثه بلخاب باید از مسیر دیالوگ، گفتگو و گفتمان بین الافغانی حل شود. امارت اسلامی نباید درگیر بین خودش شود. مولوی مهدی جزء امارت اسلامی است، مولوی مهدی جزء مجاهدین امارت اسلامی است. باید سران امارت اسلامی این درایت، تیز هوشی و زیرکی را داشته باشد، افراد ناراضی حزبش را، حکومتش را، مملکتش را به شکل از اشکال آرام کنه و نوازش کنه. از طرف دیگر از مولوی مجاهد برادر ما هم تقاضا می کنیم امنیت مردم برای شما در اولویت باید باشه. شما اگر حقیقتا فرزند این مردمی که حقیقتا اگر می خواهیم نمک روی زخم این مردم نپاشین، عاقلانه، هوشیارانه و زیرکانه مسئله بلخاب را از راه دیالوگ و گفتگو با سران امارت اسلامی حل کنیم. دیگر چالش و جنگ و خونریزی نمیتواند این مردم تحمل کنه. مسئله دیگر، البته به حمد الله شنیده شد در این مسئله جنگی که دیروز مقداری در فضاهای مجازی گسترش داده نشان میشد اینگونه نبوده، یک حادثه کوچک بوده، به حمد الله مهار شده و هیئتی که در
دستم در کار است. امیدوارم بتوانم به زودی این مسئله را حل و فصل کنم. به یاری خدای عز و جل ما در این سرزمین مانند برادران با هم دیگر زندگی کنیم، مانند افراد یک خانواده با هم زندگی کنیم. دشمن فرصت پیدا نکند جنگ قومی، سمتی، مذهبی را دامن بزند. یقینا بدانند هم امارت اسلامی و هم جناب مولوی مهدی که عده زیاد علاقمندان در بیرون و در خارج از این کشور، جنگ بلخاب را تبدیل به جنگ مذهبی کند که من مطمئنم این حادثه رخ نخواهد داد، چون مردم عزیز افغانستان مثل برادر با هم زندگی کردند. با همه تلاش های صورت گرفته از مجاری مختلف برای جنگ مذهبی در این کشور، به حمد الله و المنه تا هنوز موفق نبودند و بعد از این هم فرزندان شهدا، خانواده های معظم شهدا اجازه نخواهد داد آرمان شهدا که همون توحید و برادری و همدیگر پذیری در این کشور بوده است زیر پا شود. خون شهدای شیعه و سنی، تاجک و هزاره و ازبک در یک سنگر ریخته است برای هر وجب این کشور سرمایه گذاری شده است. نکته دوم، ده العرض 25 ماه ذی القعده الحرام شب و روز مبارک است که زمین از زیر خانه کعبه منتشر شده. طبق بعض از روایات تولد حضرت ابراهیم خلیل و عیسی ابن مریم هم در این شب بوده. عزیزان مؤمن مخلص و نمازگزاران در این شبان روز برای رهایی از تفرق و تشتت دست به دعا بردارن. در این شب و روز مبارک برای آرامش این مملکت، برای اتحاد و اتفاق و یک رنگی و صمیمیت این مملکت دعا کنن. نکته اخیر، حادثه زلزله المناک که در پکتیکا و خوست متاسفانه ملت مظلوم افغانستان را عزادار نمودن. این حادثه المناک را به ملت مظلوم افغانستان، به خصوص به خانواده های شهدای این حادثه تسلیت عرض می کنم. از زخمی های این حادثه هم از خداوند عز و جل می خواهم شفای عاجل و کامل مرحمت شوه. خدا رحمتش کنه آیت الله محسنی را. می فرمود شیعه و سنی گل یک باغن، اگر هر کدامش نباشه این باغ زیبایی نداره. مردم پکتیکا و خست و بلخ و بامیان و بلخاب همه یک ملت واحدن. چو عضوی به درد آورد روزگار، نماند دیگر عضوها را قرار. ملت افغانستان همه در این حادثه، در این غم خودشون را شریک می دانن. من از این تربون نماز جمعه از همه برادران عزیزی که در این حادثه اعضای خانوادهشون را از دست داده اند محضر همهشون تسلیت عرض می کنم. و تمنایی که دارم از نهادهای خیریه کمک رسان، از مجامع بین المللی، کشورهای همسایه، ثروتمندان کشور، حکومت سرپرست افغانستان، از همه تمنا دارم همه دست به دست هم بدهند در این هوای گرم افغانستان مشکلات خانواده های زلزله زده را حل کنن. اگرچه خداوند عز و جل انشاءالله مشکلات را حل میکنه، ولی ما هم به عنوان افراد مسئول در این قضیه باید سهم بگیریم، هر کس به قدر توانشون. من امروز از نهاد ستاد نماز جمعه محترم درخواست کردم با ستادهای نماز جمعه های دیگر شهر هماهنگ کنن. درست مردم ما فقیرن، بی بضاعتن، توانمندی ندارن. گفتم حد المقدور به حد امکان یک مقدار پتو، البسه، امکانات جمع آوری شود و برای مردم مظلوم زلزله زده پکتیکا و خوست ارسال شود که امیدوارم با پیگیری عزیزان و مسئولین این قضیه محقق شود.
دیگه معتلتون نکنم یا حامد و به حق محمد یا آلی و به حق علی یا فاطر السماوات والارض به حق فاطمه یا محسن و به حق الحسن یا ذی الجود والاحصاء به حق الحسین و به حق تسعة المعصومین من ذریه الحسین. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدیم ملت مظلوم افغانستان، همه مؤمنین در هر گوشه عالم، از همه آفات و بلیات در پناه امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. دشمنان قرآن و اهل بیت در هر گوشه عالم، در هر رنگ و لباس هستن، اگر قابل هدایتن هدایت و الا رسوا و ذلیلشون بفرما. اله العالمین، چادریان ما زیر چادر عصمت زهرا سلام الله علیها بهره من فرما، بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات مرحمت دارد.